به نظر شما اتحادیه اروپا خواهان ایفای چه نقشی در روند صلح افغانستان است؟ حال که ما یک برنامه مشخص از سوی ایالات متحده در خصوص این که مذاکرات صلح افغانستان چگونه باید به پیش برود داریم، اتحادیه اروپا باید موضع خود را در قبال افغانستان تغییر دهد. قبل از آن که ایالات متحده طرح‌های خود را در مورد نحوه انجام یافتن مذاکرات صلح افغانستان اعلام کند، بحث‌های میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این باره صورت گرفت. من فکر میکنم که اروپا نه تنها تلاش خواهد کرد تا روی مذاکرات جاری صلح افغانستان نفوذ داشته باشد، بلکه با همکاری سازمان ملل متحد با در نظر داشت اوضاع منطقه تلاش خواهد کرد تا در این بخش نیز نقش ایفا کند. مقامات اروپایی در اغلب موارد در مورد مسائل مربوط به افغانستان با حکومت سابق ایالات متحده همگام یا هم نظر نبودند و به نظر می رسید که پالیسی های مختلفی داشته باشند درباره مسائل افغانستان. آیا این موضوع با روی کار آمدن حکومت رئیس جمهور بایدن تغییر کرده؟ این واقعیت دارد که در زمان حکومت ترامپ اختلافات مشخصی در رویکرد اروپا با قصر سفید بر سر مسائل افغانستان وجود داشت. این تفاوت‌ها هنوز کاملا از بین نرفته است. با وجود آنکه حکومت بایدن پیام‌های واضحی درباره این فرستاده که می‌خواهد همکاری‌های نزدیکتر با اروپا داشته باشد و گفته که می‌خواهد همکاری‌های نزدیکتر هم با ناتو داشته باشد، اما می‌توان در واقع این را هم گفت که هیچ نوع تغییری در حکومت جدید ایالات متحده آمریکا نسبت به عملکرد ترامپ در قبال صلح افغانستان به وجود نیامده است. آنچه اتفاق افتاده این است که خلیلزاد هنوز پالیسی‌های ایالات متحده را برای صلح افغانستان به پیش می‌برد و این کار را مدت هاست که انجام داده است. آنچه ما می‌بینیم اساساً ادامه عملکرد خلیلزاد است. بناً آن تغییر را که بعضی اروپایی‌ها امیدوار بودند در عملکرد ایالات متحده ببینند، هنوز اتفاق نیفتاده است. اتحادیه اروپا بعضا روابط خوبی با روسیه و ترکیه نداره و حال روسیه میزبان یک کنفرانس درباره صلح افغانستان است و ترکیه هم قرار است از چنین برنامه‌ای در ماه اپریل میزبانی کنه. روابط اتحادیه اروپا با روسیه و ترکیه چگونه میتونه روی سطح مشارکت اتحادیه اروپا در پروسه صلح افغانستان تاثیر بگذاره؟ به نظرم تفاوت مهم میان روسیه و ترکیه و روابط آنان با اتحادیه اروپا وجود دارد. در این جای شک نیست که اکنون مدت هاست روابط روسیه با اتحادیه اروپا با سختی های زیاد روبرو بوده است. ضمناً روسیه ایفای هر نوع نقش توسط اتحادیه اروپا را در افغانستان و همچنان در پروسه صلح این کشور مورد تردید قرار داده است. بنابراین حضور روسیه در مجموع ممکن توانایی اتحادیه اروپا را برای اینکه بخشی از این مذاکرات باشد به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. باید دید که در این زمینه چه پیش می آید. اما در مورد ترکیه بحث کمی متفاوت تر است. با وصف اینکه قطعا تفاوت‌های میان اتحادیه اروپا و ترکیه وجود دارد، اما احتمال بیشتری وجود دارد که در روند مذاکرات صلح افغانستان با هم همکاری کنند. ترکیه به اهمیت نقش اروپا در افغانستان واقف است و دیدگاه متفاوتی نسبت به روسیه و اتحادیه اروپا دارد. با نگاه به ترکیب تیم شرکت کننده از افغانستان در کنفرانس روسیه، آیا فکر میکنین حضور سایر بازیگران سیاسی میتانایی گفتگوها را در مسیر بهتر قرار بده؟ از سوی دیگر تنها یک زن در ترکیب تیم قرار داره. نظرتان درباره میزان مشارکت زنان در پروسه صلح افغانستان چیست؟ بدون شک یکی از نقاط قوت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان این بوده که صرف نظر از این که آیا توانسته به طور 100% از تمام مردم این کشور نمایندگی کند یا خیر، طیف وسیعی از بازیگران افغان را با خود داشته است. این افراد سیاستمدارند. آنان از سوی مردم انتخاب نشده اند، اما نفوذ قوی و طولانی مدت در صحنه سیاست افغانستان دارند و بخشی از سیاست این کشور اند. تنوع در این تیم مهم است و اکنون طیف وسیع‌تری در آن شامل شده است. به نظرم این استحکام می تواند ادامه یابد. البته باید دید که در مسکو چی اتفاق می افتد. در رابطه با مشارکت زنان در این کنفرانس باید بگویم که متاسفانه ما در گذشته نیز شاهد بودیم که زنان در پروسه صلح به آسیه رانده شده اند. اکنون هم که تنها یک زن در کنفرانس مسکو حضور دارد.
آنچه باعث نگرانی بسیاری ها از جمله خود من شده این است که بدون مشارکت زنان در پروسه صلح این خطر وجود دارد که صلح پایدار به وجود نیاید. زنان افغان بیشترین دستاورد را طی دو دهه اخیر داشتند و دیدگاه های متفاوت دارند که باید در این پروسه مطرح گردد. به نظرم تمرکز زیاد روی این موضوع وجود دارد که حکومت افغانستان چه کسانی را در ترکیب تیم مذاکره کننده قرار می دهد. این چیز بد نیست، اما به عملکرد طرف مقابل نیز باید با دید انتقادی نگاه کنیم. زیرا طالبان مکررن از شامل ساختن صدای زنان از جانب آن گروه در این پروسه خودداری کرده اند که به عقیده من یک ضعف به حساب می آید.